با عرض سلام و روز بخیر به دوستای عزیزم بینندگان ویدئوهای فال فوکوس. امروز با یه ویدئو جدید در خدمت شما هستیم با موضوع آیا شخص رفته دوباره به رابطه بر میگرده و یا اگر برگرده و بخواد رابطه رو درست کنه باید پذیرفت عذرخواهیش رو یا نه. این نیت به درخواست چند تا از دوستانی که پایین کامنت گذاشته بودن زیر ویدیوها گرفته میشه. دوستان عزیزی که ویدیو رو میبینید خیلی خوشحال میشم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و همینطور به کانال اینستاگرام ما بپیوندید، نظراتتون رو بگید، لایک کنید و ویدیو رو با دوستاتون شیر کنید. خب نیت میکنیم دوستان، همونجور که میدونید اینجا دوتا شمع داریم، آبی و صورتی. یکی از شمع‌ها رو انتخاب کنید به نیت شخص مورد نظرتون و ببینیم که فال به ما چی میگه. خب نیتمون این هست که آیا شخص مورد نظر به رابطه برمیگرده و دوباره میخواد که با شما باشه و اگر که این اتفاق میفته آیا به صلاح هست که شما بپذیرید و رابطه رو دوباره شروع کنید. خب ما 30 ثانیه فرصت میدیم، دوستان نیتشون رو میکنن، بعد با شمع آبی شروع میکنیم. دوستان عزیز 30 ثانیه زمانمون رو دادیم، دوستان عزیز گروه شمع آبی میریم که فالتون رو بگیریم و ببینیم که سرنوشت چی برای شما در نظر گرفته. میخوایم ببینیم که به نیت شخص رفته از رابطه دوستان گروه شمع آبی ببینیم که چی قراره پیش بیاد و چطور قراره بشه. دوستان عزیز همینطور که میدونید این فال ها کلیه، برای شخص به خصوصی نیست، یعنی به اسم شما و به اسم شخص مورد نظر شما گرفته نمیشه. ممکنه خیلی چیزاش همخونی نداشته باشه، ممکنه کاملا فال شما باشه، مثل اینکه برای شما فال شخصی گرفته میشه. برای همین خیلی روی این فال اگر که 100% برای شما در نمیاد تکیه نکنید، دانای مطلق خداست. خب دوستان عزیز گروه آقامون خیلی جالبه، اگر که شما منتظر هستید که کیس عاطفیتون که با بیتفاوتی و به خاطر یک مسئله‌ای که شاید بیشتر جنبه این داشته که شما از شما انتظار داشته که رابطه رو یک سرانجامی بدید، ازدواج بکنید، یا انتظار این رو داشته که با شما وارد یه رابطه بشه که حالا بیشتر حالت جنبه قانونی و رسمی داره، باید بگم کیس عاطفی شما خیلی دوست داره برگرده. یعنی برای اکثر شماها خیلی جالبه که اولا گروه آقایون افتادن، برای اکثر شما افتاده که شما اگر با یک تصمیم قاطع به سمت کیس عاطفیتون برگردید، یعنی خیلی واضح میگم قضیه رو به خانواده ها بکشونید، خواستگاری کنید و اینکه بخواید خودتون رو سر سامون بدین، مطمئن باشین که کیس عاطفی شما خیلی زود برمیگرده. دوستان آقایی که
منتظر هستید که کیس عاطفیتون به خاطر قهری که در اثر شک به شما کرده به سمت شما برگرده. ببینید، میگه این کیس عاطفی احساس میکنه که توی رابطه عاشقانش بهش پشت شده، یک خبرهایی بهش رسیده شده از یک رابطه دوم و این باعث شده که یک کمی دل سرد بشه، ترسیده. شما مثل کسی بودید توی زندگیش یا شخصی بودید توی زندگیش که روی شما خیلی حساب میکرده، یه جورایی فکر نمیکرده این اتفاق براش بیفته و متاسفانه تنها اولین چیزی که برای این گروه دوستان دیده میشه اینه که باید دست به جنبونید، یعنی باید حتما خیلی سریع خودتون رو نشون بدید، باید عذرخواهی کنید و عشق به رابطتون برگردونید. دوستان گروه شمع آبی، آقایون، شما، من مطمئنم 90%تون برگشت رابطه عاطفی رو تجربه خواهید کرد. شخصی که از زندگی شما رفته بر میگرده. خیلی از شماها ازدواج براتون افتاده، یعنی خیلی از شماها افتاده که رابطه جمعی قانونی پیدا میکنه. و دوستان گروه خانوممون، ببینید، مردی که به دلایل شخصی و خانوادگی از شما جدا شده، یعنی اینکه در واقع یه جورای خانواده شما رو نپذیرفتن و با این ازدواج یا این رابطه مخالف بودن، اگر که این مشکل رو دارید باید بهتون بگم که متاسفانه برای این آقا کس دیگه در نظر گرفته شده و کیسی که برای این آقا در نظر گرفته شده کیس خیلی قوی هست، یعنی مورد تایید خانواده است و شرایط خیلی دلچسبی رو برای خانواده ایشون داره. برای همین خیلی سخت میشه برگشتن ایشون به رابطه. در واقع یه جوری شما تنهایی رو متاسفانه باید تجربه کنید و سعی کنید با این مسئله تا یه حدودی کنار بیاید. خب به هر حال سرنوشت همیشه اونجوری که ما دوست داریم برای ما قلم نمیزنه متاسفانه. دوستان خانم عزیزی که جدا شدید، طلاق گرفتید و منتظر این هستید که شاید مردی که ازش به طور قانونی جدا شدید به رابطه برگرده، من برای خیلی از شماها این برگشت رابطه رو واقعا میبینم. این برگشت رابطه حالا میتونه برگشت یک عشق شبیه عشقی که از دست دادید باشه یا همون آدم باشه، برای که میگه توی مدتی که توی مدت دو سال ولی این دو ماه نیست، توی مدت دو سال گذشته شما یک سری ناراحتی هایی رو تجربه کردید که براتون خیلی سخت بوده و این باعث شده که شما از عشقتون دور بشید. ببینید، برای خیلی از شما خانواده و مسائل مالی باعث شده که از رابطتون بیاید بیرون. من اینجا کمتر خیانت میبینم، برای خانوم ها البته، برای آقایون همونجور که خب گفتم برای خانوم ها سلان بیشتر میبینم که شما در حال سعی و تلاش کردن هستین برای که اون آقا رو به سمت خودتون جذب کنید. ببینید، این آقا در حال حاضر از این جدایی داره استفاده میکنه، حالا خوش میگذرونه یا هر کاری داره میکنه، ولی پشیمونی داره، یعنی به سمت شما برمیگرده. ببین، یک سری انسانها بین شما حرف بردن و آوردن، یعنی این رابطه یه جوری روی زبون دیگران بوده و باعث جدایی شده. پشیمونی در مورد یک مسئله عاطفی، این برای کل افرادی هست که دارین این ویدیو رو میبینید، پشیمونی از جدایی برای کیس عاطفی خیلی از شما ها افتاده. در واقع یه جورایی کیس عاطفی شما پشیمونه از اینکه این ارتباط رو از دست داده، ولی از یک طرف احساس میکنه این رابطه به طور کلی مشکل روش هست، یعنی پیش خودش میگه که خب شرایطم جور نیست که برگردم، یا شاید شرایط جور نیست که برگردم، یا زمان خیلی زیادی از این جدایی گذشته و ایشون روی برگشت به این رابطه رو نداره. دوستان عزیز، وقتی که توی فال این همه ورق مثبت در میاد، نمیشه گفتش که نه، یعنی در واقع میتونم بگم برای حداقل
60-70% کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن برگشت عاطفی و عشقی توی رابطهشون هست. حالا میخوایم ببینیم که آیا اگر این آدم به رابطه برگرده به نفع هست که شما بپذیرید و رابطه رو دوباره شروع کنه. خب چقدر جالب. دوستان عزیزی که با خیانت جدا شدید، خانومید یا آقا، اگر خودتون خیانت کردید و شخص سومی وارد رابطه شده، خب انسان جایز الخطاست، ولی خب بعضی از خطاها واقعا تاثیر خیلی منفی روی زندگی ما میذاره و باعث از دست دادن یه سری چیزایی میشه که خیلی برام مهمه. ولی خب یه مثال آلمانی هست که میگه آدم هیچ وقت به اندازه کافی یاد نمیگیره، همیشه یه چیزی برای یاد گرفتن هست. خب به هر حال اینم یه درسیه که شما از زندگی و روابطتون یاد میگیرید که بار دیگه یه همچین عملی رو تکرار نکنید. خب دوستان عزیزی که با خیانت خودشون از رابطه اومدن بیرون، یعنی خیانت کردن، خانم هستید یا آقا، خیانت کردید و از رابطه اومدید بیرون و کنار گذاشته شدید، شخص مورد نظر شما واقعا ضربه خورده، یعنی یه جورایی بگم در واقع حتی دیدگاهش به زندگی آینده با کیس بعدیش هم یه کمی خراب شده. ببینید شما خیلی چیزش کمه، خیلی احتمالش کمه که برگردید سمت اون طرف، برای اینکه طرف مورد نظر کسایی که خیانت کردن اکثرا توی رابطه جدید هستن. برای بعضی از شما افتاده که اگر سمت اون فرد برید ممکنه رابطه رو ول کنه سمت شما بیاد، ولی متاسفانه دوباره جدایی رو تجربه خواهید کرد. این هم برای کسانی که بهشون خیانت شده و از رابطه اومدن بیرون باز هم صدق میکنه. اگر آقا هستید یا خانم هستید، کیس عاطفیتون با کس دیگه ای رفته و رابطه شما به هم خورده که خیلی متاسفم از این اتفاق افتاده، ولی برگشت براتون خوب نیفتاده، یعنی در واقع یه جورایی افتاده که دوباره این اتفاق متاسفانه میفته. برای همین اگر که بر میخواید به این رابطه بگردید، چون همون جوری که توی نیت آیا برمیگرده یا نه الان براتون گرفتم، برای خیلیاتون برگشت افتاده، ولی خواهش میکنم برای کسایی که با خیانت بوده لطفاً روش فکر کنید و دوباره فرصت بدید. بیگدار به آب نزنید، با احساسات جلو نرید. خب دوستانی که دوستان عزیزی که جدا شدید و جداییتون طلاق بوده، یعنی با یک امضای دولتی از رابطه اومدید بیرون، عقدتون، نامزدیتون، هر چیزیتون به خاطر مادر یا خانواده اون مرد یا اون خانوم به هم خورده و عشقتون دچار دگرگونی شده، اولا که من واقعا برای شما اینجا تیف رو میبینم، یعنی شما میتونید یک تلسم یا یک دعای خیلی ناراحت کننده و بد توی روابط عشقی و عاطفیتون داشته باشید. حالا این حتما نباید از طرف خانواده شخص مورد نظرتون باشه، این حتی میتونه از طرف کسی باشه که قبلا توی زندگی شما بوده بیرون رفته، یا تو زندگی شخص مورد نظرتون کیس عاطفیتون بوده و بیرون رفته و اثر این باعث شده که زندگی شما متاسفانه دوچار مشکل بشه. شما هم خیلی هاتون دوباره عشق رو به دست میارید، یعنی دوباره شخص مورد نظرتون به سمت شما برمیگرده، ولی همینطور که گفتم متاسفانه ممکنه در اثر این تلسم یا دعا رابطه اونجوری که باید پیش بره پیش نره. آی. اون دسته از دوستان عزیزی که با تهمت، یعنی بهشون چیز رو نسبت داده شده و یعنی کسی که باهاش بودید به شما تهمتی رو زده، حرفی رو زده که شما واقعا انجامش ندادین و الان با شما قهره و دلتون رو شکونده، خودش بر میگرده سمت شما و این ناراحتی پایان پذیره. میدونم قلبتون شکسته، میدونم اشک ریختید به خاطر کاری که نکردید، میدونم شخص مورد نظرتون یه جورای بدبینه، شما رو دوست داره، توی
سوشیال میدیا شما رو کنترل میکنه، واقعا دوستتون داره و این برگشت دوباره براتون افتاده. شما بدون اینکه تلاش کنید دوباره رابطه شروع میشه. و برای اینکه فرصت بدید هم باید بگم که فرصت دوباره رابطه رو، شکل رابطه رو تغییر نمیده. یعنی این انسان اگر بدبینه، اگر اهل بددهنیه، اگر کسیه که تهمت میزنه، متاسفانه تغییر زیادی درش صورت نمیگیره. دوستان عزیزی که به دلایل مشکلات خانوادگی یا مالی، طرفشون مشکل کاری، زندگی، مالی داشته و ازشون جدا شده، باید بگم که ببینید برگشت خیلی هاتون دارید. یعنی این حتی اگر یک سال از قهرتون گذشته باشه، این برگشت رو دارید. دوباره این اتفاق براتون میفته. شما به کسی که دوستش دارید در حال حاضر از نظر عاطفی بهش چیز هستید، متصل هستید، برگشت دارید، ولی خیلی سخت میشه براتون. یعنی در واقع میتونم بگم که این جدایی دراز مدت یک جوری خیلی چیزها رو از بین برده که وقتی شما برمیگرده سمت این آدم تازه احساس میکنید که چه چیزهایی تغییر کرده. دوستان عزیز گروه شمع آبی، فال تاروت شما خیلی خوب در اومد. یعنی برای خیلی از شما، من میخوام یه جنبندی فالتون رو بکنم، این در اومد که شما آشتی خواهید، یعنی طرف عاطفیتون برخواهد گشت، کیس عاطفی شما برگشت داره به سمت شما و این خیلی خوشاینده به نظر من. برای همین خیلی خوشحالم براتون، امیدوارم که به زودی برگرده و خبر برگشتش رو من توی کامنت ها از شما ببینم. دوستان خیلی خوشحال میشم برای من کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و نظرتون رو هم در مورد فال بگید. ولی اجمالی اینکه شما فرصت بدید یا ندید اینه که شما قبل از اینکه به کسی که به شما خیانت شده دوباره فرصت کرده دوباره فرصت بدید، بهش خوب فکر کنید. برای اینکه متاسفانه توی فال اینجوری هم افتاده که باز همین اتفاق خواهد افتاد. و دوستان عزیزی که کیس عاطفیشون به دلایل مشکلات خانوادگی یا فلوخت یا همون ترسم از رابطه متاسفانه بیرون رفتن، شما 100% برگشت خواهید داشت و امیدوارم که شروع دوباره خوبی داشته باشید. به نظر من که بهترین فلوخ رو خودتون از بین ببرین، این طلسم رو از بین ببرید و بذارید که رابطه سر طبیعی و خدادادی خودش رو حفظ کنه. خب میریم با ورق با پاسور بگیریم براتون، با کارتای پاسور بگیریم ببینیم که دوستانش گروه شمع آبی، کسی که از زندگیشون بیرون رفته، آیا دوباره، اگر آقا هست، خانم هست، اگر مدت زیاده که رفته یا مدت کم، هیچ فرقی نمی‌کنه. این فال همونجوری که میگم دوستان، برای نباید برای همه 100% بخونه. برای همین همیشه شمعای دیگر هم بعد از شمع انتخابی خودتون نگاه کنید و اجازه بدید که ذهنتون با شمعای دیگه هم درگیر بشه، با فالای دیگه درگیر بشه و ببینید کدوم فال بیشتر به شما نزدیکه. خب دوستان عزیز دلم، خانمای خوشگل، اگه مردی که از زندگی شماها بیرون رفته، برای خانوما، اگر مردی که از زندگی شما بیرون رفته، با ناحقی رفته، در واقع نامردی در حق شما کرده، با اسخای از بیرندگان و آقامون، در واقع میتونم بگم که ایشون دوباره خودش به سمت شما برمیگرده، ابراز عشق میکنه، دلش برای دیدار با شما تنگ شده، دوست داره شما رو ببینه، دوست داره شما رو لمس کنه یا وجود شما کنار خودش احساس کنه.
و من احساس میکنم که گروه شمع آبی خیلی شانس بالایی برای برگشت دوباره عشقشون به سمتشون دارن، حتی اگر زمان 8 ماه به بالا از رابطه شما گذشته، شما دوباره میتونید برگشت داشته باشید. و این برگشت آیا خوشایند خواهد بود؟ بپذیرن دوستان و برگشت رو قبول کنن از شخص مورد نظرشون. کارت ها به شما داره میگه آقایی که مردی بوده برای شما، مردی بوده که اگر حتی جوان هم بوده حکم کسی رو داشته براتون، که قرار بوده بله قرار بوده با شما تشکیل یک خانواده رو بده، اگر دوباره به سمت شما برگشت واقعا با خلوص نیت برمیگرده و به شما ابراز عشق و تمایلی رو که میکنه واقعا با واقعیت میکنه، دوست داره برای دوست داره به شما برگرده، ولی مثل اینکه یک خانواده یا افرادی اونو منعش میکنن از این کار، یه جورایی بهش میگن نه، یا یه جورایی اتفاقاتی افتاده که دوست ندارن که این زندگی یا این رابطه دوباره شکل بگیره، یا شاید هم افکارش اگه همچین آدمای اطرافش نیستن و کسی نیست که بهش هم چیزی رو بگه، پس این افکارش هستن، در واقع افکارش، ترسهاش داره جلوشو میگیره. ولی برگشت عاطفی دارید، اون آقا دوست داره با شما باشه، از کنار شما بودن لذت میبره. دوستانی که بچه دارن، در واقع یک خانواده ای رو دارن که بچه توش هست، شما به زودی یک دیدار با کیس عاطفیتون دارین. دوستان آقامون مژده بدم که شما هم برگشت عاطفی خواهید داشت، منتهای مراتب متاسفانه برای خیلیاتون در حال حاضر رقیب عاطفی وجود داره، رقیب عاطفی که خیلی قوی هست، با وعده ازدواج یا وعده رابطه محکمتری به سمت طرف شما رفته، برای همین طرف شما یه کمی دو دله برای اینکه به سمت شما برگرده، یعنی در واقع یه جورایی داره نگاه میکنه برگردم برنگردم، خب من اینجا پیشنهاد محکمتری رو دارم، برای همین فال داره به شما میگه منتظر این نمونید که حتما اون خانم سمتتون بیاد، سعی کنید شما برید پیشنهاد بدید و سعی کنید که رابطه رو دوباره درستش کنید. ببینید دوستان، این الان اینی که دارم میگیرم خانم آقا نداره، کلیه. ببینید دوستان، میگه رابطه‌ای که تموم شده، شخصی که رفته و این رفتن برای یک نفر دیگه، حالا اگر اون یک نفر شما هستید، خیلی گرون تموم شده از نظر عاطفی، دوباره احتمال برگشتش خیلی زیاده و خیلی این ریسک بالاست که اگر شما فقط بشینید و دست روی دست بذارید که اون برگرده، ریسکش خیلی بالاست و مطمئنه و امکانش رو داره، من کلمات یادم میره، امکانش رو داره، معذرت میخوام، امکانش رو داره که رقیبی وارد رابطه بشه و کسی بیاد که خوشحالی شما رو در واقع بدزده و این رابطه رو، این دور شدن رو یه جوری همیشگی کنه. برای همین به شما پیشنهاد داده میشه که برای خیلیاتون، مخصوصا آقایون هستش بیشتر، به شما پیشنهاد داده میشه کاری رو بکنین، حرکتی رو بزنین، خب چه میدونم، حالا نرید در خونش رو بزنید، ولی یه اسمس بدید یا چه میدونم احوالش رو بپرسید و سعی کنید یک دلیلی برای برگشتن بهش بدید و مطمئن باشین که خوشحال خواهید شد، چون واقعا میگم فالش دوستان گروه شمع آبی فوق‌العاده است، خیلی براتون برگشت افتاده، خوشحالی توی رابطه اینکه طرفتون برگرده افتاده و امیدوارم که واقعا همین جوری باشه. دوستان عزیز گروه شمع آبی، امیدوارم که راضی بوده باشید و امیدوارم همینجور که اینقدر فالتون خوب در اومد، به زودی خیلیاتون
برگشت کیس عاطفیتون رو تجربه کنید، حتما برای من بنویسید. من خیلی خوشحال میشم که مینویسید چه نیتایی دارید. خیلی خوشحال میشم که همیشه به من میگید که برای من مینویسید که دوست دارید چه نیتی گرفته بشه. اینجوری خب کار منم خیلی راحت تر میشه، چون من واقعیت خیلی آشنایی با فال آنلاین نداشتم. همونطور که تو ویدیوهای قبلی هم گفتم، این به اصرار دوستانه که شروع کردم فال رو به صورت آنلاین و کلی برای همه بگیرم. امیدوارم که کمکی بکنه و حال شما رو بهتر کنه. خب میریم سراغ دوستان گروه شمع قرمز. خب دوستان عزیزم، نیت میکنیم به نیت برگشتن کیس عاطفی شما، شمع صورتی ببخشید، کیس عاطفی شما، آیا شخص مورد نظر شما به رابطه عاطفی با شما برگشت داره؟ خب به نیت برگشت کیس عاطفی دوستان گروه شمع صورتی، اگر کیس مورد نظرشون دوباره برگشت داره به رابطه و اگر برمیگرده به چه صورت هستش. آیا به به خب دوستان عزیز گروه شمع صورتی، اولا که شما دوستانی که به تازگی جدا شدید، یعنی خیلی تازه است، خیلی خیلی تازه و شما الان هنوز اول جدایی و خیلی ناراحت هستید، شما دوباره به صورت معجزه آسایی دوباره خیلی سریع آشتی داری. شاید عدد 2 تا 3، 2 هفته، 3 هفته، 2 روز تا 3 روز، بیش 3 ماه نیست، یعنی 2 تا 3 روز، 2 هفته تا 3 هفته به این عدد شما دوباره تلفن میگیرید و میبینم که انگار که یک خانوم باعث این جدایی شده، یا در واقع اگر که خانوم هستید، زنی وارد این رابطه شده و شما جدا شدید متاسفانه، و اگر آقا هستید، این خانوم هستش که شما رو یه جورایی متاسفانه ترک کرده، و دلیل ترکش هم بیشتر یه حالت مثل این داره که ایشون دو دل هست نسبت اصلا به اینکه آیا شما براش خوب هستید یا نه. خب برگشت دارید خیلیاتون، دوست مخصوصا دوستانی که به تازگی جدا شدید، مثلا دوستانی که شاید مثلا یکی 2-3 هفته است یا 2-3 ماه از جداییتون میگذره، شما تمام این تنهایی ها رو، تمام این ناراحتی هایی رو که الان دارید میگذرونید با خوشحالی پشت سر میذارید. دوستان جوانمون، جوان منظورم خب ما همه جوان هستیم خدا رو شکر، اگر 20 سالمونه، 30 سالمونه، یا 40 یا 50 سالمونه، هنوز جوان هستیم. اما منظور من دوستانی هست که بین 18 تا 26 هستن، تا 26-28، خیلی جوان. دوستان عزیزی که تو این سن هستید، شما شخص مورد نظرتون قراره که در حال حاضر قراره که با یک خانم یک رابطه رو شروع کنه متاسفانه، ولی این رابطه سرانجام نمیگیره، یعنی کس عاطفه شما به زودی اگر با خیانت که شما نفهمیدید یا فهمیدید از رابطه رفته بیرون، به زودی دوباره به سمت شما برگشت داره، و اینکه شما منتظر هستید که این اتفاق بیفته و اون سمت شما برگرده، چون یه جورایی شما خودتون میدونید که چی کار کردید که اون برگرده، در واقع یک کاری رو انجام دادید که برش گردونید به این رابطه، و این حق مسلم شما هم هست، کسی بهتون خورده نمیگیره. دوستان آقامون که خانوم احساس میکنن که خانوم در واقع اونا رو پشت سر گذاشته و رفته و دیگه برگشت نخواهد داشت، متاسفانه باید بگم برای دوستان گروه شمع صورتی، برای دوستان آقامون خیلی جالب نیفتاده. بازم میگم 100% نیست، این فال کلیه بچه ها، این ممکنه فردا، همین فردا برگرده خانم، و ممکنه 1 سال دیگه برگرده، ولی در حال حاضر من میبینم که دوستان آقامون خیلی خوشحال از این جدایی بیرون نمیان.
برعکس دوستان خانممون. دوستان عزیزی که روابط عاطفیتون یعنی در واقع روابط زناشوییتون جدایی درش افتاده و شما خیلی ناراحت هستید، مطمئن باشید که شما برنده اصلی این جدایی خواهید بود. یعنی شخص مورد نظر شما که از این رابطه بیرون رفته، درخواست جدایی کرده، برای خیلی از شما این اتفاق میفته که برگشت دارید. دوستان عزیز خانممون که احساس میکنن که رقیب عشقی دارن و آقا بجز اون خانم با خانم دیگه در رابطه هست، متاسفانه باید بگم که این احساس شما تا یه حدودی درسته و خیلی یه جورایی در واقع متاسفانه که حس عاطفی شما هنوز به فکر برگشت نیست. ببینید، شما یه فردی، یه کسی هستید که خیلی حدساتون درست عذاب در میاد، یعنی حس ششم بالایی دارید. برای همین میگه اگر خودتون احساس میکنید کسی وارد رابطه با شخص مورد نظرتون شده، این حستون تا یه حدودی درسته، ولی حتما نباید به این فکر کنید که برای همیشه اون شخص از زندگیتون رفته. برای اینکه برای خانوم های گروه، در واقع اونایی که خیلی زمان زیادی نیست از رابطه طرفشون بیرون رفته، دوباره آشتی افتاده. آقایون گروهمون باید بگم که دوستان، اگر که منتظر هستین کیس عاطفیتون برگرده شما رو ببخشه و دوباره باهاتون برگرده، متاسفانه باید بگم دست بجنبونید، چون کیس عاطفیتون در حال حاضر خوش و خرم یک رابطه جدید رو در حال شروع کردنه، ولی اگر شما به سمتش برگردین و بگید که پشیمونید، حالا اگر کاری رو کردید ناراحتش کردید که رابطه رو گذاشته رفته برش گردونه، اگر که برعکس در واقع ایشون به شما خیانت کرده و از رابطه رفته، در حال حاضر توی رابطه جدیدش سرگرمه و به نظر من بهتر که شما بذارید که به طور طبیعت کار خودشو بکنه و اگر که طرف یا شخص مورد نظر کسی باشه که شما رو دوست داره، که من میبینم که متاسفانه کمی از نظر عاطفی دور شده از شما، خودش به سمتتون برگرده. دوستان عزیزی که شخص مورد نظرشون یه شغلای مثل آرشیتکت یا نقشه کشی یا نقاشی، یعنی یه کاری هنری، حتی میتونه مهندسی باشه ولی مثلا آرشیتکت باشه، نقشه کش باشه، یا حتی نقشه کش چه میدونم گرافیک خونده باشه یا هر چیزی، خیلی جالبه که شغل طرف شما توی کارتا افتاده و داره میگه که شما با این آدم برگشت دارین، خوشحالی دارین، دوستانی که لب مرز ازدواج بودن ازدواجشون خراب شده و کیس عاطفیشون رفته، شما دوباره دیدار دارید با کیس عاطفیتون و خوشحالی دارید سر این دیدار. در واقع خب دوستان عزیز گروه شمع صورتی، متاسفانه دوستانی که خیانتی رابطهشون تموم شده و مدت خیلی زیادی از این تموم شدن میگذره، احتمال خیلی کمی داره که رابطه برگرده، یعنی احتمالش خیلی کمه که شما دوباره کنار کیس عاطفی خودتون قرار بگیرید و دوباره وارد یه رابطه عاشقانه باهاش بشین. برای همین خیلی 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 بهتره که سعی کنید که یه جورایی با این جدایی کنار بیاد، یه جورایی بالاخره همیشه سرنوشت چیزی رو که ما دوست داریم به ما نمیده. خب میخوام ببینم برای اون دست دوستانی که اینا خب خودشون افتادن، برای اون دسته از دوستانی که برمیگرده طرف مقابلشون سمتشون، گفتیم عدد 2 تا 3 هفته، 2 تا 3 ماه برای دوستایی که به تازگی جدا شدن. حالا میخوام ببینیم اگه برگرده اون طرف مقابلتون، خوبه که شما بپذیرید و
رابطه رو باهاش ادامه بدید. اولا که خیلی از شماها آقا یا خانومم نداره، خیلی از شماها اصلا منتظر این مسئله هستید که کیس عاطفیتون برگرده، عشق رو به شما برگردونه. خب نطوریش که ما هممون این مسئله رو دوست داریم که کنار کسی که دوستش داریم قرار بگیریم. حتی خود من واقعا خیلی قشنگه که کسی که دوستش داری کنارت باشه. برای همین حالا من بگم برنگردیدم، خب شما که زویزو برمیگردید و حرف من گوش نمیدید، برای همین میتونم بهتون بگم شما یک، اگر خیلی هاتون این، بازم میگم خب این فال کلیه، ممکنه برای خیلی از دوستان کاملا 100% درست نباشه، ولی برای اون دسته از دوستانی که براشون داره چیزا درست در میاد، برای خیلی هاتون که برگشت عاطفی هم، یعنی برگشت شخص مورد نظرتون رو میبینم، برگشت دوباره عالی افتاده. یعنی شما برگشت عشق دارید، کنارش خوشحال خواهید بود، این ناراحتی رو پشت سر میذارید، حتی ممکنه در طی زمان شما کارتون حتی به ازدواج یا خواستگاری رفتن یا خواستگاریتون اومدن بکشه. اگر خانواده مخالفت بوده، این شخص موافقت خانواده رو جذب میکنه. خیلی عالی براتون افتاد سری دوم کارتاتون و خیلی خوشحالم که اینجوری افتاد واسهتون، چون حداقل بالاخره این که آدم بدونه که یه پایان خوش در انتظار خودش خیلی کمک میکنه و قوت قلب زیادی. دوستان عزیزی که احساس میکنید فلوخ دارید، احساس میکنید تلسمی توی رابطه شده، 100% این اتفاق افتاده و این خیلی جدیدم هست. یعنی اگه 1 سال جدا شدید، 2 سال جدا شدید، 2 روز جدا شدید، 2 هفته است یا 2 ماه، احساس شما اگر اینه که این رابطه در اثر تلسم، کارهای فوق انسانی، مافوق انسانی که من اصلا خیلی با کمال میلم با گرنه دماش حرف نمیزنم، ولی دقیقا درسته، این اتفاق برای شما افتاده و برای اکثرتون از طرف کسیه که طرف مقابل شما رو دوست داره، از طرف خانوادش خیلی کم هستش که باشه، از طرف کسیه که دوست داره کیس مورد نظر شما رو به دست بیاره، ولی شما میتونید این مشکل رو حل کنید. با کمک خدا این مسئله برای شما حل میشه، از گرفتاری میاد بیرون. ولی اگر احساس میکنید که به این دلیل بوده که طرفتون رفته، باید بگم که متاسفانه بله. دوستان عزیزی که کیس عاطفیشون ازشون دور شده، شهر دیگه، کشور دیگه رفته و در اثر این رفتن ها مهر و عاطفه کمتر شده، باید عرض کنم که شما دوباره خیلی سریع از آدمی که از زندگیتون رفته و شما رو تنها گذاشته خبری بهتون میرسه و این خبر یه خبر عاطفیه که شما منتظرش هستید، خوشحالی روش دارید و با کمال میل میپذیرید این مسئله رو. منم بهتون توصیه میکنم بپذیرید، برای اینکه پشیمونی ایشون واقعیه، خانوم هست یا آقا واقعا پشیمونه از اینکه از رابطه با شما بیرون رفته. دوستان آقامون، اینجا بیشتر برای آقایون افتاد، دوستان آقامون، خانومی که از شما جدا شده، حالا به هر دلیلی که بوده و الان از شما جداست، در حال حاضر وقتش رو بیشتر با خوشگذرونی هایی که بتونه سرش رو گرم کنه میگذرونه. دوستان آقا، متاسفانه خانمی که شما رو کنار گذاشته و شما خودتون احساس میکنید، احساستون اینو بهتون میگه که از اول عشق نبوده و یه رابطه همینطوری بوده و دیگه ادامه پیدا نکرده، باید بگم که متاسفانه خانم شما رو برای ایویشگاید برای مدت زمان زیادی کنار گذاشته. سنوش همیشه اونجوری که ما دوست داریم ماماتا نمی کنه و یادتون نره آدم میتونه همیشه آدمهای بهتری رو تو زندگیش دوست داشته باشه. سخته، ولی وجود آدمهای بهتری هم تو زندگی آدم میتونه به آدم کمک کنه که حال خوبی داشته باشیم. خب
دوستان عزیزم، خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو برای من پایین ویدیو بنویسید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، به برای من بنویسید چه نیتهایی رو دوست داری براتون بگیرم. ببین مثلا نیت الان رو من با توجه به درخواست خیلی از دوستانی که برام نوشته بودن که این نیت رو بگیر که آیا فرد مورد نظر ما به رابطه برمیگرده یا نگرفتم. اگه خودتون برای من بنویسید که من چه نیتهایی رو بگیرم، من خیلی راحت‌تر و با خیال آسوده‌تر چیزی رو میگیرم که درخواست خودتون هست و طبیعتاً خب شما هم خیلی خوشایندتون، یعنی مورد قبولتون واقع میشه. دوستان عزیزی که ویدیو رو میبینید، خوشحال میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید، ویدیو رو شیر کنید و به گروه اینستاگرام من توی اینستاگرام بپیوندید. خب میخوام ببینم که برای دوستان گروه شمع صورتیمون، اگر طرف مقابلشون برگشت داره به سمتشون و اگر برگشت داره آیا خوبه و به صلاحه که دوستان عزیز برگردن به رابطه و قبول کنن، بپذیرن. من بور زدم ورقا رو، خیلی هم بور زدم، ولی خیلی جالبه امروز دوتا گروه خیلی به هم دیگه چیزاتون داره شبیه در میاد. احتمالا انرژی های همه تون یکیه. خب و میدونم خیلی از سوشاور، از بینندگان عزیزی که دارم میبینن از ایران هستید و خب طبیعتا به خاطر اینکه متاسفانه در حال حاضر توی ایران شرایط خوب نیست، میدونم انرژی اکثر ما، یعنی اکثر دوستان عزیزی که از ایران هستید، خیلی انرژی خوشحال کننده نیست. امیدوارم که به زودی همه ما خوشحال بشیم و حال وطن که خوب باشه، حال همه ما خوب میشه. دوستان عزیزم، آقایون محترم، شما اگر که دو هفته تا دو ماه از یک رابطه بیرون رفتین و احساس میکنین رقیب عشقی دارین، متاسفانه برای شما رقیب عاطفی افتاده یا خواستگاری برای شخص مورد نظر شما افتاده که خیلی پر و پا قرصه و واقعا کسی هستش که طرف مقابل شما رو میخواد، قصد ازدواج باهاش داره و میخواد رابطه رو فسخ کنه. من امروز همش ورقا میفته پایین متاسفانه. خب دوستان عزیز، خانومم، دختر خانمای خوشگلی که دارن این ویدیو رو میبینن، خانمای محترمی که دارن ویدیو رو میبینن، ببینید حتی اگه زمان یک سال از رابطتون گذشته، این آقا هنوز به شما فکر میکنه، هنوز به اون زمانی رو که با شما سپری کرده فکر میکنه، هنوز دوست داره که این تجربه رو دوباره، این رابطه رو دوباره تجربه کنه. من یک چیزی به خانمایی که تازگی جدا شدید بگم که شما 100% تا 2-3 هفته آینده یک برگشت دوباره دارید و اگر میخواد بدونی که بپذیرید یا نه، بپذیرید عزیزم. به عشق همیشه باید فرصت داد، مگر اینکه بهش خیانت شده باشه. خیانت به عشقی که از چیزایی که خب آدم اگه دوباره بخشیدنش خیلی خوبه اگه آدم تواناییش رو داشته باشه، ولی همیشه باید دوبار، آلمانی ها میگن دوبار اوبالگنش کنی، یعنی دوبار بهش فکر کنی که بکنی این کارو یا نه، چون متاسفانه بعضی از اتفاقا دست خود آدمه که میافته. من اینجا توی فال گروه شمع صورتیمون میبینم که به زودی برگشت عشق برای خانومهای بیننده 100% هست. برای آقایون برگشت یک خانم عاشق دیده میشه. امیدوارم که این کسی باشه که خودتون دوستش دارید و دوست دارید که دوباره به رابطه با شما برگرده. خب دوستان گروه شمع صورتیمون، امیدوارم که از فالتون راضی بوده باشید و امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو برام بنویسید
برام بنویسید که چه نیتهایی رو دوست دارید، در مورد چه چیزهایی دوست دارید براتون فایل گرفته بشه و چی بیشتر خوشحالتون میکنه که بدونید. ممنونم که تا الان ویدیوی ما رو نگاه کردید. متشکرم بازم از اینکه به من توی انتخاب موضوع ویدیو دوم یا سوم کمک کردید. روزتون بخیر باشه، دلتون شاد باشه، خونه دلتون همیشه پر از عشق. خدا به همراهتون.